دو سه. درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که هر هفته با ما همراه هستن و بیننده سلسله برنامه‌های جنبش رنسانس ایرانی هستن. و همینطور درود و خوش آمد میگم به بانو آرتمیس اهورایی عزیز که هر هفته با ما همراه هستن. آرتمیس جان خوش آمدید. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه امروز. سپاس از شما بانو آرتمیس. بانو آرتمیس، جستار این هفته در مورد تاریخچه پانتورکیسم در ایران هستش. البته اجازه بدین قبل از اینکه ورود کنیم به جستار امشب، قبلش از شما بپرسم که زبان مردم آذربایجان از چه زمانی با ترکی مخلوط شد و از چه زمانی مردم آذربایجان به زبان ترکی شروع کردن به صحبت کردن؟ در خدمت شما هست. سپاسگزارم از شما بانو افسانه گرامی. خب درسته، همون جوری که شما گفتیم، برای اینکه ما بدونیم که اصلا در ایران چه اتفاقی افتاد که پانتورکیسم میشه گفت ایجاد شد و رشد کرد و حالا به هر حال این اتفاقاتی که در طول این سالها افتاده، بهتره که از اونجا آغاز کنیم که ببینیم اصلا سابقه خود آذربایجان، زبانی که در آذربایجان که از اول هم ایرانی بوده و بخشی بزرگی از در واقع کشور ما بوده، در طول تاریخ چی بوده و چه مراحلی رو طی کرده. پروفسور اقرار علیاف که پژوهشگر تاریخ و زبانشناس، خودش در جمهوری جعلی باکو زندگی میکنه و کتاب بسیار با ارزش تاریخ آتورپاتکان رو نوشته، در این کتاب دقیقا نشون میده که چگونه زبان ایرانی در بخش‌های گوناگون ایران یک تفاوت‌ها و یک مشابهت‌هایی با هم داشته. بر طبق پژوهش پروفسور اقرار علیوف اشتباه نکنند دوستان، با اون الهام علیفی که الان رئیس جمهور به اصطلاح این جمهوری جعلی آذربایجانه، همونطوری که در این کتاب ما میخونیم میبینیم که زبانی که در ایران بوده در هر بخش ایران زبان ایرانی بوده. ما زبانهای گوناگون ایرانی داشتیم در ایران که خیلی هم در گستره بزرگ ایران در بخشهای مختلف ممکن بوده با لهجه ها و شیوه های گوناگون و واژگان گوناگون اینها صحبت می شدن. زبانی که در خود آذربایجانی که امروز آذربایجان شرقی و غربی ماست و در واقع در همه تاریخ هم این ناحیه به نام آتورپاتکان یا نگهبانان آتش بوده و چرا این نام رو روش گذاشته بودن، برای که یکی از بزرگترین آتشکده های ایران از دوران ماد در این ناحیه بوده، آتشکده‌ای که ما به نام آتشکده آذرگشسب میشناسیم در واقع شهر گنجک وجود داشته و این شهر در برخی از کتاب‌ها من جمله در خود اوستا به نام چیچست هم نامیده شده. بنابراین از آن دوران، از دورانی که ما به صورت بنچاقش در واقع در اوستا دیده میشه، این شهر چیچست یا گنجک وجود داشته که ما میدونیم که این شهر باستانی از همون دوران درش آتشکده وجود داشته، از دوران مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و پس از اون هم در پس از اسلام حتی در دوران مغولها اینجا بخشی مهمی بوده که آتشکده بسیار بزرگی هم داشته و یکی از بهترین و مهمترین آتشکده های ایران هم در واقع در اینجا وجود داشته. امروزه شهری که نزدیک هست به
در واقع آتشکده آذرگوش است، شهری است که امروزه اونو به نام در واقع یکی از شهرهایی است که شهر کوچکی است، تکاب، شهرستان تکاب، و این آتشکده رو در پس از اسلام برای اینکه از بین نبرن به نام تخت سلیمان نامگذاری کرده بودند که ما میدونیم که در استان آذربایجان غربی است، در 45 کیلومتری در واقع میشه گفت شمال شرق شهرستان تکاب. این همین شهرستان تکاب که بهتون گفتم قبلا شهر گنجک و پیش از اون به نام چیچست نامیده می شده، از اون جایی که این آتشکده بزرگ اونجا قرار داشته و این آتشکده بزرگی بوده که آتشکده بزرگترین مهمترین آتشکده ای بوده که مربوط به در واقع ارتشیان و مربوط به در واقع درباریان می شده یا شاهان و وزیران می شده، بهشون گفتن ارتش تاران. این آتشکده نگهبانانی داشته که به اون می گفتن نگهبانان آتش یا آتورپاتگان، و از اون زمان این بخش بسیار بزرگ ایران بنا به این آتشکده نام آتورپاتگان و نگهبانان آتش رو به خودش گرفته. بجز این آتشکده بزرگی که در اون ناحیه بوده، ما آتشکده آسورنان یا آتشکده آذر فرنبغ بهش میگفتن که آتشکده موبدان بوده در ایران داشتیم، و بزرگترین آتشکده کشاورزان یا آتش باستریوشان که بهش آتشکده آذربرزی مهر هم میگفتن در ایران وجود داشته. ولی آتشکده آذرگشسب در همین ناحیه تکاب امروزی برای چند هزاره وجود داشته، دست کم برای بیش از 3000 سال این ناحیه اسمش آتورپاتگان بوده. برابری اینو از این نظر میگم برای که ما میدونیم که همینطور این جمهوری جعلی آذربایجان در حال جعل کردن نامها و ترکیزه کردن یا ترکی کردن در واقع فرهنگ و هویت و نام‌های ایرانی است، و حتی این روزها من می‌دونم که اینا دنبال نام‌های جعلی می‌گردن برای اینکه ریشه واژه آذربایجان یا آتورپاتگان رو هم به مشابه پیدا کنن در واژه‌های ترکی و بگن این واژه هم حتی ترکی است و اصلاً این ناحیه از اول ترک بودن همه و اینجا ترک نشین بوده و می‌خوان اینو غالب بکنن به صورت کاملاً دروغین، جعلی و سراسر پر از ناراستی به مردم به ویژه آذربایجان، جمهوری جعلی آذربایجان با مرکز باکو که تا همین 200 سال پیش هم بخش مهمی از خود ایران خودمون بود. و حالا میان زبان این ناحیه، این نام رو خواستم بگم که چگونه این نام 3000 سال نام ایرانی است و ما حتی در واقع به شاهنامه فردوسی هم این رو داریم و میدونیم که جز اشعار فردوسی دربارش ذکر شده، و ما میدونیم که باز هم در واقع شاهزاده آذربایجان که میدونیم رستم پسر فرخ هرمز بوده، در مدارک رومی و ارمنی میدونیم که نام این رستم فرخزاد که در شاهنامه اومده در واقع شاهزاده آتروپاتگان ما بوده، و همه اینها نشون میده که این بخش از هزاره ها از 3000 سال پیش به همین نام دست کم خوانده شده. در فردوسی در شاهنامه در این سه بیت میخونیم ازش که چو نامه بخوانی تو با مهتران، برانداز و برساز لشکر بران، همی تاز تا آذر آبادگان، دیار بزرگان و آزادگان، همیدون گله هرچه داری ز اسب، ببر سوی گنجور آذرگشسب. بنابراین ما میدونیم که بنابراین نام آتروپاتگان که بعداً تبدیل شد به آذربایجان، نام تا بیخ دندون ایرانی است و این بخش بزرگ، یکی از بزرگترین بخش ها و مهمترین بخش های ایران در دوران گوناگون تاریخی از دوران اشوزرتوش تا به کنون بوده.
که برخی از افراد میگن شاید اصلا اشور زرتوش، بعضی از پژوهشگران اینو حد زدن که شاید اصلا مکان تولد زرتوش خود شهر گنجه، که همون گونه که ما میدونیم مکان در گذشته زرتوش در مزار شریف که امروزه در افغانستانه و از این رو هم اسمش رو گذاشته مزار شریف، ولی برای اینکه پس از اسلام از بینش نبرن گفتن اینجا قبر علیه و نگذاشتن تا به امروز نابود بشه. خب میایم حالا سر زبان مردم آذربایجان. گفتم پروفسور اقرار علیوف در کتاب تاریخ آتور پاتکان درباره در واقع تاریخ زبان و هویت این بخش بزرگ، هویت کاملا 100% ایرانی آذربایجان خودش صحبت کرده، تحقیق کرده و بسیار بسیار زیبا اینو توضیح داده. میگه که زبانی که در واقع آذربایجان به کار می رفته زبانی است از ریشه زبانهای بسیار باستان ایران، زبانی است که در مشابه به زبان تالشی و بخشی از زبانهای ایرانی باستانه که ما می دونیم در دوره های مختلف. این اقرار علیف تحقیق کرده، میگه ابن مقطع نام برده در درباره زبان ایرانی آذربایجان و همینطور بلازری نام برده درباره زبان ایرانی آذربایجان و در واقع در خلاصه ای که اقرار علیوف در کتابش آورده، در کتاب تاریخ آتور پاتکان، گفته که در دوران مؤلفان عرب در آذربایجان با زبان آذری که زبانی ایرانی بوده صحبت می کردن، که بدون شک زبانی ایرانی بوده است، چون که مؤلفان عرب آن را برابر دری و پهلوی و گاه گاه به نام زبان ایرانی فارسی یاد می کنن و آن را جدا از زبانهای دیگر قفقاز به شمار می آرن. یعنی ما می دونیم که در ناحیه قفقاز کنونی که در واقع بخشی از ایران بزرگ ما بوده زبانهای مشابهی با زبان آذری صحبت می شده، ولی دقیقا یک زبان نبوده، ولی اونها هم با زبانهای ایرانی بودن. همون گونه که خب ما زبان آذری رو داشتیم که بخشی از زبانهای ایرانی بوده، زبان تاتی، تالشی، زبانهای گوناگونی که در به اصطلاح شمال امروز ایران، جایی که امروز شمال ایرانه، استفاده می شده و به کار می برده، و ویژگی های همه اینها یک نوع ویژگی های مشابهی داشته که بعداً در دوران ماد میان و همه این زبانها رو زیر دستبندی بزرگ زبان مادی در میارن. به عبارت دیگه زبان آذری که گفتیم به زبان تالشی بسیار نزدیک بوده، خودشون ویژگی های اساسی صوتی زبان مادی رو در خودشون دارن و بعدن میگم زبان مادی آمد مجموعه این زبان ها رو تبدیل کرد به زبان کلی ماد. و این حال همون گونه که ما میدونیم در گیلان و طبرستان هم زبانهای دیگر ایرانی بودن، مانند زبان هرزنی، زبان خلخالی، زبان گرنکانی که بعدها بهش میگفتن گرکانی، و همه اینها بخشهای دیگری از زبانهای ایرانی بودن. بنابراین یادمون باشه زبان فارسی امروزی یکی از پالوده شده و به اصطلاح ساده تر شده زبانهای ایرانی باستان و ایرانی گذشته هست که ساده تر و گویشش راحت تر شد و بهش گفتن زبان فارسی، و همه اینها گفتیم زیر مجموعه زبانهای بزرگ ایرانی بودن. خب از آنجایی که در ناحیه آذربایجان غربی و شرقی ما و حتی آن بخشایی از ایران که جدا شده، ناحیه‌ای که امروز در واقع جمهوری جعلی آذربایجان هست، ما می‌دونیم اسمش چی بوده؟ ایران. ایران خودش چیه؟ همون ایرانه، یعنی ایران همون ایرانه و به اون بخش هم ایران گفته می‌شده. بنابراین از تمام اینها متوجه می‌شیم که چقدر هویت تمام این نواحی ایرانی است و چقدر زبان‌های اینها
کهن و ایرانی است و اینها تمام مدت میخوام بگن نه اینجا مثلا زبانش ترکی بوده و زبانش ایرانی نبوده، یا این بخشا ترکی بودن مردم و ایرانی نبودن، اصلا نام آذربایجان میخوان بگن که ایرانی نبوده و ترکی بوده، از این جعلهایی که مرتب در جمهوری جعلی آذربایجان دارن انجام میدن و آموزش های دروغی که در مدارس و دانشگاهشون به بچه هاشون دارن میدن. جالبه که تمام این جعلیاتی که داره در این نواحی انجام میشه موجب خواهد شد که بنیاد تمام سخنها و در واقع بازنویسی جعلی تاریخی که داره در آذربایجان، جمهوری جعلی آذربایجان به مرکز باکو انجام میشه، هیچ پایه علمی نداشته باشه و روز به روز اینها خودشون رو بیشتر مضحکه خاص عام میکنن. هیچ باور علمی پشت سخنانشون نیست و هیچ پژوهشی هم نیست و تمام حرفها و تمام پژوهش ها بسیار آبکیه و تنها از روی شباهت واژگان به هم میخوان بیان بگن که این واژه ها پس حتما ترکیست. و جالبه که این پروفسور علیوف در این کتاب برمیگردن میگن که دلایل بی بنیاد بسیاری ایجاد شده. تمامی کوشش ها برای این انجام می‌یابد که برای آذربایجان که بالاتر با آن اشاره کردیم کلمه های شبیه از زبان های ترکی پیدا بکنند. با استفاده از فال قهوه و توضیح ریشه شناسی می‌خواهند که این عقیده را ثابت کنند که نام آذربایجان ریشه ترکی دارد. یعنی ببینید اینقدر این استاد محقق، این پژوهشگر راستین که خودش هم ترک زبانه، تونسته اینگونه در واقع رد بکنه و اظهار عقیده علمی و دانشی در این باره بکنه. از اون طرف هم برمیگرده میگه که در همین کتاب میگه میتوان با تمامی مسئولیت اظهار نمود مؤلفانی که ریشه مردم آذربایجان را ترکی میدانند تحمل هیچ گونه انتقاد را ندارند، چون که این عقیده اساساً علمی نیست و با هیچ اصل علمی نمیتوان گفته های آنها را تصدیق کرد و ممکن نیست که گفته هایی را که هیچ پایه و اساس قانونمندی ندارند در ردیف کار علمی و تحقیقی جای داد. آنهایی که این را در نظر میگیرند و میکوشند از اصول واهی در دانش و علم استفاده نمایند هنوز از سده گذشته مورد تمسخر و خنده قبول قرار دارند. در بخش دیگه میگه نه تنها مفهوم بلکه زبان آتورپاتگان هم ایرانی بود، زبان دین زرتشت ایرانی بود و تقریبا تمامی اصطلاحات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این نواحی ایرانی بودند و در این باره وضعیت دوران ساسانیان و پیش از آن شهادت میدهند. بنابراین داریم بهتون نشون میدیم از طریق کتابی که خود اساتید جمهوری آذربایجان جعلی در دانشگاه‌هاشون نوشتن، که البته این الهام علیوف کنونی این کتاب رو جمع‌آوری و سوزانده در جمهوری جعلی آذربایجان، نشون میده که اینها چه اندازه در حال جعل تاریخ این ناحیه و گسترش دروغ و ناراستی هستند. برای اطلاع شما اینو باید بدونیم که منطقه آناتولیه کنونی که ترکیه کنونی در اون وجود داره ساخته شده، در واقع کشور جعلی ترکیه در واقع که حتی نامش هم ایرانی است. از این نظر جالبه که واژه ترک ما میدونیم از تورج میاد، تورج، تورج، ترک. این واژه ما قبل از همه مردم دنیا بخشی از ایرانیان در فلات بزرگ ایران، در گستره بزرگ فرهنگ و تمدن ایران، هنگامی که از بالای نواحی در واقع سیبریا در مناطقی که اکنون روسیه هستند انسان‌ها شروع کردن به پایین آمدن، این قوم که قوم آریان آمیده میشه آهسته آهسته به مناطق پایین و پایین تر به خاطر گرم شدن هوا یواش یواش میان به مناطق پایین تر و محل سکونت جدید پیدا می کنن برای خودشون. بخشی از ایرانیان که در آسیای میانه زندگی کردن به خود نامشون بود تورج، تورک یا ترک. پس از اینکه ایرانیان به مرور از اونجاها آمدن به پایین تر،
ترکان آسیای میانه که نامی برای قبیله خودشون نداشتن، نامی که ساکنین قبلی یا پیشین این نواحی بر خودشون داشتن که تورج یا تورگ بود، رو بر خودشون نهادن و خودشون رو قبایل ترک نامیدن. بنابراین حتی نام ترک از اول نام ایرانی بوده، ولی ایرانیانی که از اون ناحیه رفتن، قبایل آسیای میانه بعدن این نام رو گرفتن بر خودشون نهادن. بنابراین این از نظر اینکه حتی واژه ترک ایرانی است، بنابراین نام ترکیه با پسوند ایه ایرانی خودش نام ایرانی است بر کشوری که اصلا وجود خارجی در تاریخ نداشت. و خب ما میدونیم که در دورانی که روم شرقی، امپراتوری روم شرقی با پایتخت کنستانتینوپول که استانبول کنونی است وجود داشت، در اون ناحیه هم مرز بود با ایران، امپراتوری ساسانی. یعنی این سوی فلات آناتولی ما بودیم، آن سو رومی ها بودن که امپراتوری روم شرقی در اونجا وجود داشت. بنابراین اصلا چیزی تحت عنوان موجودیت ترکی در اونجا وجود نداشت. و هنگامی که اون ناحیه، در واقع اون بخش بسیار بزرگ فلات آناتولی که مجموعه از ژن‌های همه جا هست، از مردم اروپایی تبار و رومی تبار و یونانی تبار اونجا زندگی می‌کردن. شما اگر نگاه بکنید همین امروزه قبرس که همش در واقع یونانی نشین بود، بخشیش ترک نشین شده، ولی معنی نمیده که مردم قبرس ترک بودن. اصلا مردم قبرس یونانی تبار هستند. و پس از اون که به مرور در جنگ بین ترکیه و یونان اون قبرس به دو بخش شد و ترک ها یک بخش بسیار کوچیکش رو گرفتن، الان ما بخشی از قبرس رو داریم که مردم ترکیه اونجا زندگی میکنن. بنابراین خواستم اینو از این نظر بگم که هر جا مردمی رفتن بعد از یک مدت زندگی کردن، دلیلی نیستش که اونجا اون ژنتیک مربوط به مردم ترک تباره. در فلات آناتولی ژن ایرانی پیدا میشه، ژن رومی، ژن یونانی، ژن رومانیایی، ژن بلغارستانی و از بقیه کشورهای اروپایی حتی در اونجا دیده میشه. پس از حمله اسلام، خب ما میدونیم که اعراب در بخش‌های بزرگی از دنیا پخش شدن و بنابراین ژن‌های از خاورمیانه، ژن‌های حتی از عربا، ژن‌های فنیقی‌های سوریه، ژن‌های از مردم کنونی لبنان، حتی ژنی از قبطیان یعنی مردم گذشته مصر که امروزه اکنون مردم مصر عربی و زبان عربی و هویت عربی پیدا کردن. ما میدونیم که مصریان اول قبطی بودن، ولی پس از اون که یونان و روم به مصر حمله کرد و پس از اون که ایرانیان به مصر حمله کردن و ما میدونیم که در بخش‌های مختلف از تاریخ مصر ژن‌های دیگری وارد مصر شدن، همون دورانی که مثلا در دوران هخامنشیان که کمبوجیه رفت و مصر رو گرفت و فرعون مصر شد برای چیزی حدود 40 سال، خب ما میبینیم که از تمام مناطق اروپا و ایران در مصر ژن وارد شد و مردم مصر دیگه الان اون ژن قبطیانه اون دوران رو ندارن، یک ملغمه‌ای دارن، هنوز اون ژن ها هست. مثلا انور سادات خدا بیامرز ژنش کاملا قبطی بود و قیافش خیلی شبیه بود به فراعنه مصر که یه حالت زردپوست مانند و سیاه چهره و زردپوست مانند با چشمای کشیده داشت. ولی منظور من اینه که ژنی که الان در مصر هست، خب مخلوطی شد از ژن عربی، ژنی که قبلا در ایرانیا اونجا وجود داشت، از روم و یونان اونجا وجود داشت و خب ژن قبطیان و ژن‌های آفریقایی حتی. بنابراین فلات آناتولی میخوام بگم اصلا هویت ترکی حتی نداشت در حتی تا پس از اسلام. و هنگامی که خب ما میدونیم که از آسیای میانه به مرور ترکان و مغولان، کسانی که نام خودشون رو ترک گذاشتن ولی اصلا اون هم ترک نبودن و بعد در واقع ایرانی نبودن ولی نام ترکیه ترک رو بر خودشون گرفتن و خودشون به اصطلاح قوم ترک نامیدن، قبیله ترک نامیدن، و بعد به مرور که اینها آمدن و شروع کردن در آسیای میانه به جلو آمدن، دیدیم که از دوران غزنویان و خوارزمیان و سلجوقیان این ترک ها به درون ایران آمدن و
در دوره‌های مختلف کاملا در ایرانیان حل شدند. حتی زبانشون، حتی فرهنگشون، حتی اشعاری که شعرا در اون دوران سرودن تمامش به زبان فارسی است. و ما چرا راه دور میریم؟ حتی دوران مغول‌ها که به ایران حمله شد، دیدیم که در فقط دوران اول چنگیز خان، در واقع در دوران چنگیز و تیمور، حتی اینها یه مقدار زیادی هویتشون ایرانی شد و در دوره‌های بعدیشون که مثل گورکانیان و سری‌های بعدیشون که اومدن به ایران و فرزندان و نوادگان اینها کاملا ایرانیزه شدن با زبان ایرانی و بسیار ایران دوست شدن و در گسترش شعر و ادب و فرهنگ ایران کوشیدند و تلاش‌های بسیاری برای گسترش فرهنگ ایران کردند. و یکی از نکات بسیار بسیار مهمی که مهمه ما در این مسئله بدونیم اینه که در خود ترکیه کنونی، بانو افسانه، احتمالا شما شاید رفتیم و دیدین، چون من خودم شخصا رفتم دیدم، در همین جایی که امروزه حرم به اصطلاح که کاخ در واقع شاهی بوده در دوران عثمانی، از دوران سلطان سلیمان و سلطان سلیم، شما خیلی جالبه که اگر که برید و روی دیوارها رو ببینید، تمام زبان دربار و دیوان و ادب و عرفان و آموزش در دوران عثمانی، حتی در دوران پیش از اون، در دورانی که امپراتوری روم شرقی بود، زبان فارسی در اونجا ارج و اعتبار بسیار بزرگی داشت و هنوز هم تمام در و دیوارهای به اصطلاح مکانی که بهش میگفتن حرم یا کاخ سلطان سلیم و سلیمان، که اون هم از بازمانده کاخ دوران روم بود، امپراتوری روم شرقی است، چون شما میبینید که همه آثار باشکوهی که در استانبول وجود داره از دوران رومی هاست. هم مسجد ایا صوفیه کلیسا بوده و قبل از اون هم مهرابه بوده، هنگامی که آیین مهر از ایران به روم رفته بوده و رومی ها پیش از این که آیین مسیحیت رو بپذیرن همه مهری بودن، آیین مهر رو داشتن، اونجا مهرابه بوده و بعد از این که مسیحیت رو پذیرفتن رومی ها اون رو تبدیل کردن به کلیسا و پس از اسلام این تبدیل شد به مسجد. بنابراین حتی هیچ کدوم اینها ساخته دوران عثمانی هم نیست و اینها همه از بازمانده تمدن‌های بزرگ ایران و روم در اونجا می‌بینید آثار باقی مونده. و خب اشعارم که همونجوری که گفتم خدمتتون، اگر برید می‌بینید در تمام در و دیوار اون کاخ‌ها در استانبول پر از اشعار به زبان فارسی، به خط فارسی، که نشان دهنده گذشته فرهنگی پربار و باشکوهی است که تأثیرات ایران و فرهنگ ایران و بزرگی و اهمیت کتابخانه‌های ایرانی، انبوه نسخه های خطی فارسی در کتابخانه سلطان سلیم و سلیمان وجود داشته که مورد رشک بقیه کشورهای جهان بوده در اون دورانی که امپراتوری برای خودشون عثمانیان درست کرده بودن. و سلطان محمد فاتح میدونیم که به زبان فارسی شعر میگفته و به نام آونی تخلص میکرده، دیوان شعرش کاملا به زبان فارسی است. و علاقه این سلطان محمد فاتح رو به زبان فارسی برابر میدونن با علاقه سلطان محمود غزنوی و سلطان سنجر سلجوقی به فارسی. و هنگام فتح قسطنطنیه بر ایوان قصر به اصطلاح قیصر روم ایستاد و این بیت انوری رو خوند. جالبه که میزنه، میگه بوم نوبت میزند بر تارم افراسیاب، پرده برداری کند در قصر قیصر عنکبوت، پرده داری می کند در قصر قیصر عنکبوت. و شاهنامه دوستی این سلطان عثمانی در واقع شهره پژوهندگان تاریخ ادب خود عثمانی و جهان هست. شاهزاده جم، حالا ببینید نامش حتی فارسی است، پسر سلطان محمد فاتح هم از شعرهای توانمند زبان فارسی بود که مانند پدرش و بسیاری دیگه از سلاطین عثمانی، مثل همون گفتم سلطان سلیم اول و سلطان سلیمان، دیوان شعر فارسی داره اون هم. و جالبه که این شاهزاده ترک در فارسی سرایی که از شعرهایی که گفته در مذمت برادرش سلطان بایزید میگه حال جم
مادر ایام چو بشنید بگفت وای بر حال هر آن کس که برادر دارد. یعنی این شاهزاده ترک عثمانی که نام خودش حتی ایرانی است به نام جم یا همون جمشید، در بنظمت برادرش سلطان بایزید همچین شعری رو به زبان فارسی سروده. اینا رو از این نظر گفتم بانو افسانه که دوستانی که واقعا این مسائل از نظر تاریخی نمیدونن، البته من هرگز نمیگم ایرانیان هستن که تجزیه طلبن، نه، بلکه کسانی که به نوعی مزدوران بیگانه هستند و به ویژه تحریکاتی که توسط همین جمهوری جعلی آذربایجان برای در جهت پانترکیسم و تجزیه طلبی و فتنه‌گری در ایران انجام میشه، خواستم مردم با ریشه های عمق و وسعت فرهنگ ایرانی و اسنادی که در این باره هست که بدونن که هیچ حرفی رو ما اینجا نشستیم دو نفر آدم از خودشون، یکی مثلا پری خانوم بگه، یکی زری خانوم بگه، گل بگن، گل بشنفن. از این نظر داریم اینجا این صحبت ها رو میکنیم که به طور مستند خواستم به دوستانی که ممکنه که تحت القاعات یا مغزشویی های به اصطلاح کانال های پانترک یا افراد پانترک و تبلیغاتی که میشه قرار میگیرن، واقعیات رو به صورت سندهای تاریخی ببینن و بدونن و بشنون. و حالا اینها رو همینجا رو منظورم خواستم اینا رو بهتون تا اینجا بگم و از یک نکته دیگرم میگم و میریم برای تاریخچه پانترکیسم. نامهایی که در واقع در تمام سریال های ترکیه، همین امروز خود ترکیه شما میبینید، در تمام سریالاشون دارید میبینید، حتی نامه های سلطان سلیم که دارید میبینید که به واژگان به عموماً به خط فارسی نوشته شده بوده، مالامال از نام های ایرانی و نام هایی که مانند نام هایی که داره در سریال های فارسی سریال های ترکیه‌ای میبینید، نام های فارسی مانند جان، باده، گلپری، خرم سلطان، ماه پیکر، ماه فیروز، مهر ماه، ماه دوران و امثال اون مواجه هستن. اینا دارید میبینید که در فرهنگ امروز در خود ترکیه شما 10 تا دونه نام پیدا نمی کنید که کلش ترکی باشه. نام ها یا واژگان ایرانی دارن یا عربی دارن و به ویژه نام زنان و دختران تقریبا 90%ش ایرانی است یا یک واژه ایرانی حتما در اون نام ها هست، به خاطر اینکه بدونید که چه اندازه بزرگی، کهن بودن و وسعت فرهنگ و ادب فارسی از مرز چین تا مرزی که ایران با امپراتوری روم و یونان داشته، فلات آناتولی کنونی، سوریه کنونی، عراق کنونی و خب ما در دوران کوروش بزرگ میدونیم که تا بابل هم رفته بودیم و در حتی بابل آن روزگار ایرانیان وسعت در واقع امپراتوریشون وجود داشت. جالبه من براتون یک واژه دیگه هم اینجا استفاده بکنم که در برخی از موارد واژگانی که حتی خیلی ایرانیان، از اونجایی که دارم بهتون میگن در واژه‌های آذر زبان آذری اینها وجود داشته و امروزه به ترکیه رفته، ما به عربی به عدس میگیم عدس، واژه عدس فارسی نیست. جالبه که در خود ترکیه امروزه بهش میگن مرجومک یا مرجومک، مثلا به مرجومک، بله، به عدس، یا چرچوبه به چارچوبه، چرچوبه، یا حتی فارسیه به زبان فارسی نوروز پیروز رو امروزه در و دیوار آنکارا و استانبول میبینید در سال نو نوروز پیروز رو مینویسن. برای اینکه کسانی که میخوان تاریخ رو جلب بکنن بیان مثلا فکر کنن که مثلا نمیدونم 4 تا کتاب جعلی مثل اسماعیل حقی اوزون چارشیلی یا نمیدونم گوپینالی، عبدالباقی گوپینالی و اینا خب میبینید که بسیاری از در واقع فرهنگ های واقعی اینها رو ذکر میکنن و توش میتونید درباره این بخونید که خود این کتاب هایی که در ترکیه و
مورخین ترکیه اصلی نوشتن درباره اینکه ماه میگن ماه تابان آذری در قلب آسمان ایران است. یعنی این واژه ها و این نوشته هایی است که از کتاب های مورخین خود ترکیه داریم براتون ذکر می کنیم و اینها جالبه که این جماعت پان ترک میخوان با اشعار فارسی مولانا، خاقانی شروانی، نظامی گنجوی، قطران، همای تبریزی، همه این کسانی که امروزه در جاهایی هستن که یا بخشای از ایران یا بخشای از ایران بوده و جدا شده و میخوان این شعرای فارسی زبان رو ترک معرفی بکنن، واقعا میخوان با این همه اشعار فارسی چه کار بکنن و چگونه میخوان نفرت پراکنی و دروغ پراکنی بکنن و در واقع ایران ستیزی بکنن و این شوینیسم وحشتناک دروغین ترکی رو گسترش بدن. اگر پرسشی نداریم با افسانه میتونیم وارد تاریخچه، یک مختصری میتونیم وارد تاریخچه زبان یعنی پانترکیسم بشیم، یا اینکه اگر دوست داشته باشیم میتونیم این تاریخچه رو فقط آغازش رو امروز بگیم و جستار کاملش رو بگذاریم برای نشست آینده. اوکی بانو آرتمی، چون زبانمون هم توی این برنامه فکر میکنم مثل هفته‌های دیگه نیستش و کمتره، تاریخ پانترکیس رو یه مقدمش رو در مورد صحبت میکنیم و برقش میزنیم برای هفته آینده. بسیار بسیار سپاسگزارم. ببینید بانو افسانه گرامی، ما میدونیم که کلن در آن زمانی که بخشهایی از ایران جدا شد و روسیه، خب ما میدونیم دیگه بخشهای بسیار مهمی از ایران در قراردادهای ترکمانچای و در واقع گلستان جدا شد از ایران، ولی من میخوام اینو بگم این بخشهایی که از ایران جدا شد، درسته که تمام اینها در واقع فرهنگ فارسی و زبان فارسی و همه چیز با این مردم از این بخش ها جدا شد و به آن جایی که آن زمان شوروی نامیده شد، پس از اینکه انقلاب روسیه در اونجا اتفاق افتاد اونجا رو شوروی نامیدن و استالین آغاز کرد که این بخش هایی که از ایران گرفته بودن رو تبدیل کنه به جمهوری های کوچک کوچک برای اینکه بتونه بهتر این بخش ها رو کنترل کنه، اما تا همین امروزه نام ها در اونجاها فارسی است، مردم رسومشون فارسی است، ایرانی است و اخلاقشون ایرانی است و فرهنگشون ایرانی است و هنوز که هنوزه شاهنامه خوانی میکنن و هنوز که هنوزه خودشونو ایرانی میدونن، با این که شوروی اینها رو تبدیل کرد به جمهوری های کوچک کوچک مثل اون بخش های از ایرانستان جایی که امروزه جدا شده از ایران، قفقاز یا همین جمهوری جلی که نام آذربایجان بهش دادن. و چرا شوروی این کار رو کرد؟ برای اینکه هم بتونه این بخش ها رو بهتر کنترل کنه، هم بتونه جلوی مجددن بازگشت این بخش ها رو و جدایی خواهی های بعدیشون از شوروی رو بگیره و نگذاره اینها بازگردن به دامان مام میهن، به بدنه اصلی کشور ایران. از این رو هم ما میبینیم این کاری که در واقع انجام شده بود روسیه انجام داد، روسیه تزاری اون بخشایی رو که گرفته بود از ایران و پس از اون هم دیدیم که خب عثمانی آمد و اون قسمت هایی رو که حتی ایرانیان در زندگی میکردند رو به عنوان یک حکومت مذهبی و ترکی ناسیونالیستی خواست به بقیه معرفی بکنه، که ما میدونیم البته خود عثمانی ها کلن با ترکا مخالف بودن، اما پدیده های ترکیسم در حکومتشون رواج پیدا کرد.
و بعد از اینکه خب میدونیم که جنگ جهانی اتفاق افتاد، جنگ جهانی اول، و حکومت‌های عربی خاورمیانه رو انگلستان شروع کرد خاورمیانه تکه پاره شده، حکومت‌های عربی خاورمیانه رو ایجاد بکنه و حکومت عثمانی رو تکه پاره بکنه، بعدن دیدیم که باز این بخش‌های دیگری که حتی از عثمانی جدا شد، مثل اون بخش‌هایی که رفت کشور جعلی عراق درست شد و بخش‌های دیگری که تکه تکه شد، اردن هاشمی و نمیدونم سوریه کنونی و اون بخشی که از لبنان و همینطوری تکه پاره هایی که در این قسمت ها ایجاد کردن و در واقع امپراتوری عثمانی هم خودش تکه پاره شد، بعد دیدیم که در تمام این فرایندها فرهنگ ایرانی در هر جا، چه اون موقع که افتاد در روسیه تزاری، چه اون موقع که افتاد زیر به اصطلاح عثمانی، و چه اون موقعی که جدا شد و کشورهای تکه پاره کوچک دیگه عربی رو در منطقه خاورمیانه ساختن، باز فرهنگ ایرانی اینجاها مونده. بنابراین این اندیشه پانترکیسم که در دوران عثمانی برای اینکه بتونه اون بخشایی رو که از ایران دوران تزاری زیر امپراتوری عثمانی آورده بود و اون بخشای عربی که آورده بود و اون بخشای ایرانی رو که آورده بود بتونه نگه داره، آمد و این سیستم پانترک، یا اینکه بگه ما همه این بخشا که هیچ کدومشون هم ترکی و ترک تبار نبودن رو بندازه زیر حکومت خودش، نام پانترکیسم رو اختراع کردن، بگن اینا همه یک بخش هایی هستن از ترک ها و ترک نشین ها و ترک تبار ها و ترک زبان ها. این بخش رو شما فقط داشته باشین تا ما بعد بریم سر این که ببینیم که چگونه بعدن این اندیشه‌ای که اینها برای اینکه این کشورهای تکه پاره که آورده بودن زیر امپراتوری عثمانی رو بهشون هویت ترکی بدن و این سیستم ترکی رو در اونجا راه بندازن و اندیشه ناسیونالیسم ترکی موجب بشه که اینها رو بتونن زیر یک حکومت عثمان یکم در واقع اواخر قرن 13 اینا رو بتونه کنار هم دیگه نگه داره، در سقوط که جاییست که امروز ترکیه فعلی هست، اینا رو کنار هم نگه داره، در واقع رهبر قبایل اوغوز اومد و این اندیشه پانترکی رو خواست ایجاد بکنه که اینا رو بتونه زیر یک کشور ترک نشین گرد هم بیاره و هر کدوم از اینا ساز جدایی و برگشت به سرزمین اصلیشون رو نزنن. باز ما در برنامه آینده حتما بانو افسانه درباره به طور کامل درباره این مسائل پانترکیست و اینکه چگونه وارد این تجزیه طلبی ها وارد ایران شد حتما به طور کامل توضیح خواهیم داد. سپاسگزارم بانو آرتمیس عزیز. دوستانی که برنامه های ما رو دنبال میکنن، باز هم من بهتون از تو خواهش میکنم که در به اشتراک گذاشتن این برنامه ها با ما همکاری کنید، و چون بانو آرتمیس زحمت میکشن، وقت میذارن و این مطالب رو در موردش کلی پژوهش میکنه، اگه با مون همکار کنه خیلی خوشحال میشیم. و در کانال های مختلف یا ویدیوها رو به صورت فشرده میتونید در مخصوصا در ایران بین دوستانتون پخش کنید. و همینطور سپاسگزاری میکنم بابا آرتمیس عزیز از اینکه امشب هم اومدین وقت گذاشتین و این مطلب بسیار مهم رو که در این بره از زمانی که در داخل کشورمون داریم میبینیم که چه اتفاقایی داره میفته، هم از طرف جمهوری اسلامی هم پانهایی که در قسمت های مختلف کشورمون دارن شروع کردن به فعالیت، البته تعدادشون بسیار اندک هستش و پشتوانه قوی دارن خارج از مرزهای ایران، این باعث شده که پررنگ به نظر بیان، در صورتی که هم آذری های عزیز، آذری زبان های عزیز، هم عرب زبان های عزیز و هم کرد زبان های عزیز که همه ایرانی هستن، همه عاشقان ایران رو دوست دارن و این تعداد اندک هرگز نخواهند توانست کاری از پیش ببرن حتی اگر تمام قدرت های جهان پشتشون باشه. بانو آرتمیس عزیز سپاسگزارم ازتون. اگر مطلب دیگه هست برای امشب، اگر نه برای برنامه برای هفته دیگه. سپاس از شما بانو افسانه گرامی. این مبحثی که امشب ما در باش صحبت کردیم آموزشی بود درباره ریشه در واقع آذربایجان، زبانش و هویت ایرانیش، و اینکه در چند هزار نام اینجا همین بوده زبان و فرهنگ چگونه بوده. ولی حتما چون که این موضوع در واقع تجزیه طلبی هایی که به ویژه جمهوری جعلی آذربایجان خیلی دنبالش هست و تحریکات خارجی
انرژی که براش خرج میکنن و براش مردم رو میخرن، مردمی که ممکنه نیازمند باشن و دانششون کمه و دقیقا نمیدونن دارن چه کار با خودشون و کشورشون و مردم نسلهای بعدشون میکنن، اینا جهت آگاهی رسانیست. و در هفته آینده ما وارد این میشیم که پانتورکیسم چگونه وارد ایران شد و اندیشه از کجا اومد و چه اندیشه و دستهایی پشتش بودن، و این از نظر آموزش بی اندازه مهمه. از همه دوستانی که این برنامه ها رو میبینن خواهش میکنیم که به سایرین برسونن و روشنگری ها رو ادامه بدن. این کوچکترین گامی است که هر یک ایرانی برای میهن خودش میتونه انجام بده. سپاس از شما بانو. سپاس از شما بانو آرتمیس عزیز. جاوید شاه، پاینده ایران یک پاچ. پاینده ایران بدرود.